به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، امروز یک برنامه داریم در مورد استراوشن باستانی و عنوان آن را گذاشتیم استراوشنی ها قاتلان و شکنجگران شعبه وزارت کارهای داخلی اشان را فراموش نکردند. بله، هیچ کس و هیچ چیز فراموش نخواهد شد. مطلب یا برنامه‌ای که حالا تقدیم شما می نماییم از استراوشن به اصلاح رسیده است. این برنامه درباره اعمال جنایی شعبه وزارت کارهای داخلی در این شهر باستانی حکایت می کند. برنامه درباره شعبه کارهای داخلی و سردار آن جورخان کبیروف است که در سالهای 2010-2014 در استراوشن کار کرده است. بله بیننده گرامی، درست است، هیچ کس و هیچ چیز فراموش نمی شود. و ما با نشر این مطلب گفتنی هستیم که جنایتکاران مقامات حتی اگر از کار رفته و بازنشسته شده باشند هم اعمال جنایی آنها عاقبت روی آب می براید. بدون شک این نوشته یا برنامه‌ای که فعلا تقدیم شما می نماییم نه همه جنایات جورخان کبیروف را بازگو می کند، فقط یک جزوی از جنایات او در استراوشن را. اما بیننده گرامی، ببینید که امروز نیز این شکل شیوه کار در مقامات میلیسه استراوشن ادامه دارد یا خیر. جورخان کبیروف حکیموویچ که لقب قاتل را دارد، دوام سالهای 2010-2014 سردار شعبه وزارت کارهای داخلی استراوشن بود و قبلا در مقام معاون مدیر اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیه تاجیکستان فعالیت کرده است. تا ماهی سپتامبر سال 2021 کار را در مقام ریاست ناظرات این نهاد تشکیل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ادامه داده است. 16 اکتبر سال 1957 این قاتل در خاولین به دنیا آمده است. فعلا از آن که جورخان کبیروف کارمند بلندپایه وزارت کارهای داخلی کار میکند و فعالیت دارد و یا بازنشسته شده است خبری در دست نداریم، ولی با گذشت این همه سالها هنوز هم مردم استراوشن او را به حیث یک ظالم پارخور میشناسند. وای به حد مسجد و نماز و نمازگزار و ملا و ریش و ریشدار و ماه شریف رمضان و حجاب را بد میدید که تو گویی از پشت پدر گبر و بطن مادر نامسلمان به دنیا آمده باشد. وی طی سالهای کارش در استراوشن دهها جوان را با سخنان تهدیدآمیز از قبیل تو را هم به گروه 50 نفره همراه میکنم، میخواهی یا نمیخواهی تروریستی، یا من تحریرت گفتم زنچی تحریری، ترسانیده از 10,000 تا 50,000 دلار از این مردم بیگناه پاره گرفت. بعضی از این بیچاره ها حتی قرض گرفته خود را از شر این ظالم نگاه داشتند و نجات دادند. اکنون 4 مسئله که می خواهیم تقدیمتون نماییم چیگونه اینها کارها انجام دادند. یکم، در مناسبت های شخصی ساکنان شهر دخالت نمود، کار را با فایده خود حل نموده از آنها نیز پاره می ستانید. جنایت های این شخص در استراوشن به حساب است بیننده گرامی. یکی از کارمندان این شعبه بهرام عثمانزاده، مخلوق بدصفت که از چاپلوسان این سردار است، ما پاره نه تحفه میگیریم میگفت. دویم، یکی دیگر از کردار ناخوب این سردار قاتل خود سرانه در راه و کوچه باز داشتن جوانها و با بهانه معین کردن شخصیت آنها تراشیدن ریش آنان بود. گذاشتن و تراشیدن ریش اختیاری بوده، حقوق فطری هر شخص است و دخالت به آن معنی پایمال کردن حقوق انسان را دارد. این قاتل آنقدر ریش تراشی کرده است که حتی مردم ملیسه خانه را به استهزا سر تراش خانه می گفتند. سیوم، اگر کسی سینش از 50 بالاست گوید که من برای آن ریش موندم که تاجیکم و رودکی و فردوسی و سامانی هم ریش داشت، از سردار شعبه کارهای داخلی حقارتهای را و مثل رودکیت را فلان کرده ام، سامانی را فلان کنم، به تاجیک و تاجیکیت فلان کنم میشنوید. مگر کسی که مقدسات ملی برایش چون سنگ و کلوخ قدر ندارد میتواند حامی قانون باشد؟ چهارم، پرونده های پرسر و صدای استراوشنی ها در سال 2010 را انا همین قاتل آغاز کرده است. اکنون بینندگان گرامی، همه آن جوان ها را
هنگام پرسیش با انواع زیرین شکنجه کرده است. یکم، دشنام دادن به مادر، زن، دختر و خواهر. دوم، انگشت جوانها را در زیهی در گذاشته پخش کردن. سوم، سرشان را به آب غرق کردن تا نفسشان بگیرد. چهارم، کندن ناخونهای دست و پای. پنجم، با برق پیوست کردن. ششم، بر سرشان لینچه پوشانده 5-6 نفر یک جایه زدن. هفتم، لوچ گذاشتن در روی برف و از بالا آب ریختن. هشتم، با ترماق یا خوب مایه ها سنگ آویزان کردن. نهم، با مایه جوانان زده آنها را اخته کردن. دهم، مجبورن تا 24 ساعت راستا نگاه داشتن. یازدهم، از خواب کردن باز داشتن. دوازدهم، مویها را تا از هوش رفتن کشاله کردن و و غیره. همه این شکنجه ها را این ظالمان انجام دادند. جورخان کبیروف، سردار سابق شعبه وزارت کارهای داخلی، بهرام عثمانزاده، سردار پیشین شعبه کافتکاوی جنایی، دلمراد رزاقوف، کارمند آن وقته شعبه کافتکاوی جنایی، نوروزوف مجید، کارمند پیشینه شعبه کافتکاوی جنایی، غفوروف جهانگیر، سابق خادم شعبه کافتکاوی جنایی، علیشر شریپوف، کارمند قبلی شعبه کافتکاوی جنایی، بختیار تورایف، خادم سابق شعبه کافتکاوی جنایی. البته بیننده گرامی، این شکنجه ها را با سرداری این قاتل انجام دادند و سودیه بعد از شنیدن این شکنجه ها از زبان خود جوانهای شکنجه شده آشکارا گریه کرد. این قاتل یکی از ساکن ایستراوشان با نام امید جان را با تروریسم تهمت زده، هنگام پرسش در شعبه وزارت کارهای داخلی شهر ایستراوشان با شکنجه به قتل رسانید و جسد مرحوم را به نشان دادن به نزدیکانش دفن کردند. قتل آن را با مانند افسانه به مردم شرح دادند. افسانه بودن شهر چنین است: گویا هنگام از نظر گذراندن مکان جنایت، امید جان یک مواد ترکنده را ترک کنید و تنها خودش وفات کند. خب بینندگان گرامی، در مورد امید جان ما برنامه یا اینکه مطلب خوبی هم کاملا تحقیق شده در اصلاح داشتیم. اگر شخصانی که میخواهند در مورد امید جان آن مطلب را خوانند، پس به اصلاح نت مراجعه نمایند و قضیه امید جان را پر از آنجا بخوانند. اکنون سوال: پیش از آن ده ها مراتبه میلیسه ها خانه را کافتکاو گذرانیدند، چرا چیزی پیدا نکردند از خانه امید جان؟ چگونه امید جان با دستانی بسته کمش با 5-6 نفر میلیسه به خانه می آید و امکانیت پیدا می کند که مواد ترکنده را از خانه اش برآورده ترک کند؟ هنگام ترکاندن مواد ترکنده تنها امید جان وفات می کند و لباس یگان میلیسه چنگ نمی شود. هنگام ترکیدن مواد ترکنده آوازش را همسایه های هم دیوارش عموماً نمی شنوند. خوب، این یک افسانه بزک جنگلپا بود که تمام ملت می داند که اینها چگونه سپکتکل ها را برای کشتن و از بین بردن افرادی که آنها می خواهند آنها را از بین ببرند، همیشه چون این کارها را انجام دادند و انجام می دهند. سال 2013 در محل خانه دلکشا کشتاری وحشتناک رخ داد. برای پیدا کردن جنایتکار، این قاتل یک جوان را از بازار پول چنان شکنجه می کند که بعد از برآمدن از شعبه وزارت کارهای داخلی دست به خودکشی می زند. نسبت مسجد جامعه محمد اقبال خیلی بدبینی داشت و هر جمعه 5-6 نفر را با سرداری علی شیر شریپوف در آنجا برای فشار و توطئه انداختن می فرستاد. با هر بهانه نمازگزاران را دستگیر کرده در شعبه وزارت کارهای داخلی پول ستانی می کرد. بهرام عثمانزاده، در بین مردم او را با لقب مخلوق بدصفت می شناسند. مخلوق بدصفت 16/06/1984 به دنیا آمده، مکتب میانه گیمنازیای 5 را با بهای 2-3 ختم نموده است. هم سینفانش می گویند که این مخلوق بدصفت عموماً به مکتب نمی رفت و تا سینف 11 کرد کرد را نمی دانیست، اما امروز سردار شده است. بعد ختم مکتب میانه با پاره و شناسبازی به اکادمی میلیتسیا داخل می شود. سال 2010 بهرام عثمانزاده همچون سردار بخش اپراتیوی جستجویی ایستراوشان بسیاری از جوانان این شهر را با تهمت و فشار نسبتشان پرونده جنایی آغاز کرده، اکثریت آنها را به مهلت‌های زیاده از 7-8 سال روانه زندان کرد.
هنگام پرسش این مخلوق با صفت بسیارتر از دشنام و شکنجه استفاده کرده است. این عملیات اولین مقامات های قدرتی بر ضد قشر دیندار بعد از برگزاری سیمپوزیوم 1310 سالگی امام اعظم بود. این عملیات در سطح کشور به نام پرونده ایستروشنی ها یا پرونده 54 نفره معروف شده بود که در آن کمش 100 نفر ساکنان ایستروشن را محکوم به زندان کردند. این عملیات را این مخلوق با صفت در زیر راهبری جورخان کبیروف انجام داد. خود همان سال دادر مخلوق با صفت که او هم کارمندی میلیتسیا بود در یک صدمه به هلاکت رسید. بهرام عثمان‌زاده در تجارت هم مشغول بود و یکی از تجارت‌های او این از خارج ماشین آوردن و فروختن و تجارت دومش مواد مخدر بود. سال 2019 با سبب حادثه 6 نوامبر در سرحد تاجیکستان و افغانستان با فرمان رمضان رحیمزاده از وظیفه سبکدوش گردید. شخصا رمضان رحیمزاده انگام از کار راندن مخلوق بدصفت تأکید کرد که چند سال است که به حیث سردار شعبه اپراتیوی جستجویی شعبه وزارت کارهای داخلی ایستروشن فعالیت کرده حتی یک بیانات را گرفتن نمی تواند. بعدی از وظیفه رانده شدن در مهلت یک سال بهرام عثمان‌زاده دائم مست می گشت و دوستانش از رستوران ها داخل شهر کشان کشان به خانه اش می بردند. بعد یک سال با سپردن پاره کلان و خدمات آتش پیشانی شهر دوشنبه به کار تعیین گردید. همگی بعد یک ماه در شعبه کادری شعبه وزارت کارهای داخلی ایستروشن دوباره به کار قبول گشت و من فکر نمی کنم که رمضان رحیمزاده از این کار بخبر باشد. علی شیر شریفوف با لقب حزلک، این مرد زن صفت زاده اسپیتامین می باشد. دقیق نیست که چند سال است در شعبه وزارت کارهای داخلی ایستروشن فعالیت می کند. از سال 2010 این جانب برای دستگیر کردن جوانهای غیور و با تقوا در نزد دروازه مسجد محمد اقبال ایستاده آنها را روی خط کرده، بعداً به شعبه وزارت کارهای داخلی شهر دعوت نموده، با تهمت آنها را به سالهای طولانی همراهی تیمش به زندان می فرستاد. یک کاری فسادی دیگر این حزرک علی شیر شریفوف با زنهای فاحشه بوده آنها را در زینایشان پشتیبانی میکند. دل مراد رزاقوف تولدش 24/07/1972 از پنجکند، لقبش در شعبه وزارت کارهای داخلی بوراتینا بود. بوراتینا دل مراد رزاقوف یکی از ظالمترین و شکنجگرترین افراد شعبه وزارت کارهای داخلی ایستروشن بود. او در سالهای 2010 خیلی جوانهای با تقوا را بدون هیچ گناهی شکنجه میکرد و شما نیز معلوم است که گناه آنها تنها دینداریشان بود. این هم نماینده تیمی لعنتی کبیروف جورخان بوده. اکثر عملهای بدرفتاری و شکنجه ها را این ظالم عملی میکرد. نمودی شکنجه ها را در بابی کبیروف جورخان بیان داشتیم. فرق این ظالم از دیگران در آن است که این بوراتینا حتی امام خطیب ها را عذاب میکرد. اساساً به نومان خان خطیبی آن وقته مسجد محمد اقبال عذاب و عقوبت زیاده را روا دیده است. این ظالم تخمیناً سال 2018 با جنایت کارپسیونی دستگیر و از کار رانده شد و الان این خونخوار در فدراسیای روسیه می باشد. نوروزوف مجید از ایستروشن تولدش 08/04/1989 با لقب فربهک. مادر این شخص تخمیناً 20 سال در شعبه وزارت کارهای داخلی ایستروشن در وظیفه سردار شعبه کار با نابالغان فعالیت نموده است و زنی بدزبان و به حیای بود. این شخص بعد از ختم مکتب میانه و مدرسه دینی بعدی آن به اکادمی میلیتسیای شهر خوجند داخل شده تحصیل کرده است. ظلم این شخص چنان بزرگ نیست، ولی از روی معلومات‌های آخر این فربهک را با فرمان رمضان رحیمزاده با سبب فربه بودنش از وظیفه سبکدوش کردند. اما بعد فرصت کمتر یک صاحب کار برای منفعت‌های شخصی خودش با پرداخت مبلغ کلان دوباره او را به وظیفه رسانید. بعد نو با وظیفه آغاز کردنش حادثه 6 نوامبر، حادثه ساخته در قسم حربی و سرحد تاجیکستان و افغانستان به میان آمد و برای ادامه کار در شعبه وزارت کارهای داخلی او باید کاری را انجام میداد که او را در نزد کارمندان بالایی وزارت کارهای داخلی سفید و فعال نشان دهد.
این فربهک دوستان خودش را که با تقوا بودند فروختند سر کرد. عیب آنها در این است که سال 2008 یک جا ضیافت خوردند. علیه آنها پرونده آغاز کرده مواد کامل را به شعبه وزارت کارهای داخلی استراوشن پیشکش و آنها را به مهلت 5-6 سالی روانه زندان میکند. و با همین این فربهک گویا برای جنایت را کشادنش با کار باقی میماند، البته بر عوض زندانی کردن دوستانی پیشینه خودش. حالا این فربهک در مقامات مبارزه با جنایت های متشکلی MMJM ادای وظیفه می نماید. جهانگیر غفوروف استراوشن، تولدش 4 ینوری 1989، لقبش شغال. جهانگیر غفوروف زاده شهر استراوشن می باشد. این شخص مانند شغال دائما پس مانده های ظالمانی شعبه وزارت کارهای داخله را می خورد. مردمی طبقه کمبیزاعت را دائم آزار داده، از آنها پول می ستاند. جنایت هایش نسبتاً سبوکند، بمانند نپرداختن مبلغ خوراک خوردهش، تجهیزاتی از بازار گرفتهش، لباسی پوشیدهش و غیره. یکی از خصلت‌های این شغال و اکثر کارمندان مقامات قدرتی، کمیته دولتی امنیت ملی، شعبه وزارت کارهای داخلی، MMJM در استراوشن این است که می‌خواهند در همه جا به پرداختی مزد کارشان را حل کنند. بله بینندگان گرامی، این اولین نامه از استراوشنی باستانی به اصلاح است و در مورد وضعیت فعلی مقامات ملیسه استراوشن نیز تحقیقات اصلاح ادامه دارد و به نزدیکی مطلب مفصل از وضعی شعبه وزارت کارهای داخلی استراوشن نشر خواهیم نمود. استراوشنی های گرامی، با پاره دادن و به روسیه فرار کردنتان وضع را تغییر نمیتوانید داده. هر جنایتی مقامات ناحیه‌تان را که خوب میدانید به اصلاح فرستید تا ما آن را رسانه‌ای کنیم. ارسال معلومات جنایتی مقامداران این جنایت نیست، برعکس مبارزه با جنایتکاران رتبه‌دار در صفوف مقامات قدرتی می باشد. از حکومت ناحیه استراوشن و هر کارمندی رشوه‌ستانتان معلومات های دقیق را ارسال نمایید. اصلاح در خدمت شما و برای نیک و احوالی شما فعالیتش را براه مانده است. من از نکی شست اینجا شست من با 50 گفته تهمت کرده است. من این گهیوی اولا تپا از این نامی ویشا من با معرفی میکنند. من دکومه نمیگیرم، من میبرم از اینجا. من این ادام دوست من هم من اینو نام و فامیلیتون چی مویا؟ شنده کرنی اینجا با دیگه چی نویسته که شما من اینجا محلی اولی نشین؟ محترم روننده شما بینید نه که اولی نشین با چیل میزنه تو اولا اونجا با چوه چیل زدگی؟ اونجا با چوه چیل زدگی؟ شما انا من با گفته دید من میدونم اینجا فهمیدید می؟ من کای با که اون کروکا گذارم سونی زنه که چیل میشد من با شما من نمیم من را تهمت کرد اسی دکو شما تهمت انم به چند آی کرنده گو گوید رفیق روننده من شست آمد اسی هم من تا اون کروکا باید شست رو من کو فهمیدید می؟ من شما تایی من گوش کنید 5-22-1 محل استیر زنکی بیلی فونگی ما با گوش کنید زنکی اکو گوش کنید شما با فهمونده تیم شما اول بینی زنکی تا 80 ما حق ما زنکی کود با کود ده سفید با انا سفید با تا 60 حق ما فهمید نه کو انا رحمت انا ما از 60 اومدم گردونید من زنک برده نشان میدم شما گیجان ده زنک زنک منی دنگ با انا زنک سفید می انا مجا با من 60 حق دارم در کو فهمید انا رحمت انا زنک کود با تا 60 من حق ما من اینجا به شما با فهمیدید تو ما کدو را براو اما وای چیه این بچه شما داوی من نیپراف باشم من دنگ هم نگیم که من نیپراف هم کنم من هم میدونید هر روز من همجه میگذارم من یک روزه نیم هر روز بزرد گرش من دقیق تین خیلی نوستا نیم من نیپراف باشم من دنگ هم سمو کدی گرب میزنم که من نیپراف گفته کنم من خودم پخوت کنم دیگه که میشتر کنم کورتا بین آخی همین میسیم همجه با را ردرم ندونم من چیم گپ دنگل هست دوش کنم یا تو کش کنم بیا من ستیک به نرم التماس شما من حجت هم من اینو ادلید میکنم نمیکنم دوش کنم. بله بینندگان گرامی، این بود برنامه امروز ما. امیدواریم که چهره های این
جنایتکارانی مقامات قدرتی یا وزارت کارهای داخلی در ناحیه ایستراوشن را دیدید و چهره های آنها را شناختید و اعمال جنایتی آنها را اگرچه کم هم باشد آگاهی پیدا نمودید. بله، هیچ کس و هیچ چیز فراموش نخواهد شد. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.